به نظر می رسه که شاید برای مردم سوال بشه که بابا پشت صحنه اینا اینجوری هم نیستش که همه اینا با هم، یه عده خواصی هستن که ارتباط دارن با مجامع قدرت و ثروت و از نفوذشون استفاده میکنن برای اینکه این سفره پهن باشه. اینی که تایید میکنی حتما همینطوره. ببینید عرض کردم البته گزارش های رسمی تو این زمینه هیچ وقت تولید نشده و در اختیار نبوده، اما بررسی های من خصوصا اون موقعی که وزارتخانه بودم و دسترسی به برخی از اطلاعات داشتم نشون میداد که حتی تا 15,000 میلیارد تومان سال 96 15,000 میلیارد تومان گردش مالی کساییه که از روشن بودن چراغ آموزشکده ها، آموزشگاه های کنکور و نمیدونم تست و کتاب های کمک درسی دارن ارتزاق میبرن. خب اینها اجازه نمیدن که شما به این سادگی دکانشون رو تعطیل کنید. من شما در فرمایشاتتون اشاره کردید، من علارغم همه مساعدت هایی که جناب آقای دکتر علی عسکری در این موضوع داشت و همراهی های بسیار خوبی که تو این زمینه داشت، حتی مجبور شدم یه موردی نامه بنویسم خدمت مقام معظم رهبری و از ایشون کمک بخوام که وزارت ارشاد، سایر دستگاه های زیرب که در حوزه چاپ و انتشار این گونه کتاب ها و برگزاری این نوع کلاس های کاذب به ویژه در دوره ابتدایی، من تاکید میکنم، من باز هیجانی نمیخوام حرف بزنم که فردا کل کلاس ها باید تعطیل بشه، یه دانش آموز پای هفتم هشتم اصلا نباید بیاد درگیر یک چنین فضایی بشه و از معظم الله خواستم که این کمک رو به ما بکنن، که البته آقای رئیس مجلس آقای دکتر لاریجانی هم همون موقع یک اقدامی رو انجام داده بودن که اون اقدام هم مؤثر بود خیلی. خب اینا همه تا حدودی تأثیر کرد، اما فقط اون کسی که داره جیبش رو پر میکنه از این کار اون در حقیقت کافی نیست. خود مردم آقای رنجبران خیلی میتونن مؤثر باشن.